سلام و درود خدمت دوستان عزیز. سلام و خوش آمد به برادر عزیز. زنده باد، چطورین؟ خوبین؟ خدا رو شکر، مرسی. خوشحالم اینجا. سلام بر شما. همچنین خوشحال هستیم. من ژیلبرت هستم و دوست خوب عرفان عزیز. چه خبر برادر؟ سلامتی، خدا رو شکر، پیش میریم. یکم اوضاع تو دنیا قاطی پاتیه. آره، یه خوده. نه، نخواستم از آنو تونه. ولی آره، هرچی خبر رو باز میکنی که همه خبرها بده، یعنی واقعا اصلا خبر خوب نمیشه. اصلا هیچ سالی اینقدر بد نبوده. تو وین دوباره دیگه حمله کردن با داعش با اسلحه. تو وین؟ آره، دیروز پیروز. اصلا یه وضعیتیه، هر روز یه جا دارن میریزن. آره بده، ولی خدا خوبه. آمین. و برنامه پرستش با شما هر چهارشنبه به وقت نه شب ایران زنده هست، ولی امروز برنامه زنده نیست، ولی خدا باز زنده هست. آره، آمین، خدا رو شکر. نشدم شما از این جواب زیاد میدادید در ترکیه که خدمت میکردید. ما یه چیز دیدیم، مثلا ایرانی ها میرسن چه خبر رو اینا میگن، خیلی باحاله. هر هفته خب حالا موعظه میکردم بعد سلام علیک با اعضا که میامدن، چه خبر، مثلا همه خوبن اینا. بعد گفتم من، خب اصولا خبرها خوب نبود، یه روز نمیدونم پرونده ها یه جوری بود، یه روز هر روز یه داستانی، اما گفتم من یه خبر خوب دارم و اینکه خدا زنده است، این بهترین خبر دنیاست. یکم مثلا آدم شاید بمونه چی داره، ولی واقعا بهترین خبر دنیاست، واقعا بهترین خبر دنیاست. آره، و خوشا به حال اون کسی که بدون خدا زنده هست، و خوشا به حال اون کسی که با این خدای زنده رابطه داشته باشه. و این رابطه شروع میشه از جایی که ما قبول میکنیم که جریمه گناه ما پرداخته شده، مثل چک سفیدی که نوشته شده، امضا شده، چک سفید، و به هر کدوم از ما داده شده. بعضی از ما ایمان میاریم که این واقعا حساب داره تو این بانکش، و میریم و اینو واریز میکنیم و میبینیم ای بابا، مایی که فقیر بودیم الان شدیم میلیونر از روحانی، و این میشه توبه که این چکو میبریم میدیم به خدا، خداوند من ایمان دارم، اینو واریز میکنم، و حساب بانکی ما که پر از گناه و اشتباهات و ضعف هست، چی؟ بدهکاری. ولی الان اتفاقا کلمه ای که روی صلیب عیسی مسیح استفاده کرد تمام شد، کلمه ای است که در امور مالی استفاده میکردن، که یعنی پرداخت شد به صورت کامل. و سوالی که اتفاقا الان میخوایم با این شروع بکنیم، میگه داور من عیسی بخشیده جرمم را. انگار مثلا شما اشتباهی کرده بودید و 10 سال زندان برای شما بریده بودن، الان قاضی میاد میگه ببین پرونده تو باز کردم، یکی پرداخت کرده کاملا، نوشته تمام شد و شما آزاد هستی و دیگه قرار نیست بریزن. حالا ما 10 سال که نبود، 10,000 سال بود یا تا ابد بود در جهنم، که زندان خوش به حالشه در مقابل جهنم، ولی ما آزاد هستیم و این سرود رو میخوایم اعلام بکنیم. در بنیادان اگه جایی هستید که میتونید بخونید، با ما اعلام بکنید اینو که قدوس قدوس هللویا آزادم کرده عیسی، قدوس قدوس هللویا محو کرده گناهم را، دیگه نیست، محو شده. شکر. داور من عیسی بخشیده جرمم را، گسسته بندها را من آزادم، او با خونش پرداخت فدیه جانم را، گشود زندان را من آزادم، من آزادم. قدوس قدوس هللویا آزادم کرده عیسی، قدوس قدوس هللویا محو کرده گناهم را، من آزادم. برای این آزادی، برای این محو شدن ما جشن میگیریم با ساز و آواز عرفان. نامی تازه دارم و باز نمیگردم، به خلقت کهنه من آزادم، در راه تنگ او با فیض و رحمی سپارم، آری آزادم، من آزادم. قدوس قدوس هللویا آزادم کرده عیسی، قدوس قدوس هللویا محو کرده گناهم را، من آزادم. یه بار دیگه بنده دو رو میخونم. نامی تازه دارم و باز نمیگرد،
خلقت کهن من آزادم در راه تنگی با فیض و رحمه رحمی سپارم آری آزادم من آزادم قدوس قدوس هللویا محو کرده گناهم را من آزادم عرفان یک بار دیگه ادامه بده آزادم با فیض او اعلام بکنیم آزادیم با فیض او آزادیم با فیض او آزادیم با فیض او قدوس قدوس هللویا آزادم کرده عیسی قدوس قدوس هللویا محو کرده گناهم را قدوس قدوس هللویا آزادم کرده عیسی قدوس قدوس هللویا محو کرده گناهم را من آزادم من آزادم من آزادم شکر چه افتخار و چه مسئولیتی باقا. حالا که آزاد هستیم چی کار باید بکنیم؟ یعنی خداوند فکر نمی کنم ما رو فقط نجات داده که بگه که مثلا بفرمایید هر کاری می‌خوایم بکنیم. آره. ما وارد یه پادشاهی شدیم و استانداردها عوض میشه. آره. مسئولیت‌ها عوض میشه. شما دیروز پای تلفن که صحبت می‌کردین یک مورد خیلی زیبایی رو گفتید. می‌خواید اینو باز بکنید و وارد اون بحث بشیم؟ یه چیزی بود که خیلی با هم دیگه صحبت می‌کردیم تو فکرم بود و اون قلب مسیحیت. یه اصل خیلی خیلی مهم در مسیحیت و اون بخشش. که من فکر می‌کنم شما طی این چند سال زندگیتون زیاد باهاش دست و پنجه نرم کردی و تجربه و شهادت‌های خیلی زیادی. ما داریم توی دنیای زندگی می‌کنیم که اصولا یا داریم آسیب میزنیم یا داریم آسیب میبینیم و این چیزیه که هست. یعنی من حداقل از اون موقع که یادم همچین چیز دارم میبینم. حالا کسای دیگه یک چیزای دیگه میبینن که خوشبختانه ولی این موضوع خیلی خیلی مهمه. بخشش اینقدر مهمه که بارها و بارها وقتی کلام میخونیم میبینیم که عیسی مسیح راجع به این موضوع داره صحبت میکنه. دعای ربانی وقتی میخونیم تنها موردی که یه توضیحی بعدش عیسی میده یا یه تبصره ای اضافه میکنه یه چیزی راجع به بخششه و این خیلی مسئله مهمیه. بیا راجع به این اگه دوست داری با هم صحبت کنیم. بله خیلی و چقدرم سخته. خیلی بعض وقتا میدونید من توی مثلا مخصوصا کلیساهای آمریکایی حالا قبل از کرونا مثلا من ماهی دو بار میرفتم جای مختلف کنفرانس های آمریکایی صحبت میکردم و یکی از موارد بخشش بود که در صحبت میکردم. یه چیزی رو فهمیدم برام جالب بود که اکثر غربی ها اونقدر مشکل بخشش ندارن، درگیرش نیستن، زیاد درگیر نیستن. اتفاق نمیفته. ایرانی ها بخشش صحبت همه گریه میکنن، همه آقا من چیکار بکنم، یه صف بسته میشه و برام خیلی جالبه و یه خود تأسف بار که چرا ما حالا ایرانی هستیم میگم ولی به طور کلی شرقی ها بله. چرا ما ایرانی ها اینجوری هستیم که این همه ضربه میزنیم؟ شاید زیاد تو دماغ هم دیگه هستیم، شاید فضول هستیم، شاید تو زندگی هم دیگه دخالت میکنیم، شاید خیلی پشت سر اینا اون صحبت میشه. من میگم تو کلیسای آمریکایی خیلی بودم، توی گروه ها بودم با همین ویوام که بله. شما چند بار اومدی با هم سفر کردیم، خدمت کردیم، نیست اصلا چنین برمی، ولی تیم ایرانی میبینی که بابا مثل مولکوله کلیسا ایرانی تا یه قسمتی میرسه درست میکنه بعد به دو قسمت تقسیم میشه. آره، آره. باز میره و این تقسیم ها مثل همش... این نوت گرد تقسیم میشه به دو
سیاه. آره. و برای همین خب مسلماً این اتفاقات بعد باعث میشه که آدم بتونه ببخشه. ولی یه چیزی که من فهمیدم قبل از اینکه اصلا وارد اون بخششه بشیم اینه که خیلی‌ها فکر میکنن بخشش به معنی اعتماد و دوستی و قربونت برم و چاکر و عزیزتم هست، ولی این نیست. نه نه، اتفاقا آخرش میخواستم اینو ازت بپرسم. آره. که بعدن اینو لطفا باز کن. آره، من حتی یادم در دوران من خودم اینو 100% نمیدونستم، ولی در دوران سربازی بود یه خود اذیت میکردن، جفا بود. و یه سال بعد از شهادت پدر من بود که بابای منو با 26 ضربه چاقو کشته بودن. خیلی خیلی پر از درد بودم، 18 سالم بود، یه پسر جوون. و یادم اون موقع اذیت که میکردن و بعض وقتا کتک میزدن، زندان مینداختن. بعد من یادم اون موقع فکر میکردم خداوند نمیفهمم، آیا من باید اینا رو محبت بکنم؟ آیا من اینا رو ببخشم؟ این مثلا بعد دوستشون داشت، آقا ندارم، آقا متنفرم از این، چیکار بکنم؟ نمیتونم مثلا با این باید دوست بشم. حالا اگه دوستم بشم خب باز ضربه میزنه به من. و فکر میکردم که بخشش یعنی دوستی. و همین رو در کتاب ها و از عزیزان دیگه، شبان دیگه فهمیدم. و همین که در کلام فهمیدم که این نیست. خداوند میخواد ما ببخشیم، یعنی از این تنفر آزاد بشیم. بله کاملا. مامانم خیلی قشنگ میگفت که خب این عکسای مثلا خمینی اینا دیوارا بود دیگه تو ایران. بله. یه فکر هنوز هم هست. باید باش. و مامان من همیشه میگفت که احساس میکنم یک گلی توی دست منه که میخوام پرت بکنم تو این دیوارا به این صورتها. و وقتی که دعا کرده بود و مسلما یه روزه نبود این جواب، ماها طول کشید. بله، به جایی رسید که فهمیده بود که بخشیده بود اینا رو، میگفت دیگه انگار حتی اگه میخوام ولی دیگه گلی نیست در دستم که پرت بکنم، دیگه نیست چی. و این بود، منم همینطوری بود. یعنی من دقیقا یادمه خب دعا رو شروع کردم که خودم من میخوام ببخشم اینها رو، ولی برام باز بکن. اولا که اصلا با این شروع شد که خودم نمیتونم ببخشم، پس من باید دعا بکنم که بتونم ببخشم. چون کار انسان نیست واقعا. حالا بعضی وقتا یه خودشت راحت تر بشه، ولی بعضی وقتا خیلی سخته، مخصوصا اگه در سن خاصی هستی مثل من، شرایط خاصی مثل من، خیلی برام سخت بود، لااقل برای من سخت بود. و میگفتم خودم نمیتونم، واقعا نمیتونم اینو، باید ببخشم. اینا منو زد، کبود شده بدنم. جلوی بچهای کلیسا ماگدالینا بودن، اسم منو کتک زدن. حالا من بیام اینو ببخشم یعنی چی؟ نمیفهمم یعنی چی ببخشمش. پس خودم رو کمکم کن. و بعد حالا به جایی رسید که احساس کردم که ببین دوستش ندارم که مثلا عاشقشم خیلی باحاله، ولی دیگه اینجوری نیست که متنفرم، چون فکرم عوض شده که ببین این ضعیفه، این مرد بیچاره است، این مرد فکر میکنه که اگه مثلا جیلبرتو بزنه، چون فکر میکنه باباش مثلا جاسوس آمریکا بود، واقعا فکر میکنه مثلا جیلبرتو بزنه نمیدونم بره بهشت 72 تا گیرش میاد، یه چیزی نمیدونم، یه چیزی میشه، یه چیز خوبی گیرش میاد. بیچاره گول خورده، نمیفهمه. و دقیقا اینو یادمه، یه بار درد میکرد بدنم چون زده بود منو. بعد معمولا اونقدر بد نمیزدم، ولی چند بارش خیلی بد بود. بعد زده بود، درد میکرد بدنم و در این حال ترس داشتم چون نمیدونستم الان چه اتفاقی میفته. ولی در این حال تلفن نداشتم، دلم میسوخت، میگفتم این بیچاره گناه داره، فکر میکنه که این راست. شاید منم اگه در چنین خانواده مثلا بزرگ میشدم، منم شاید همین کارو میکردم. خب من که این خداوند رو ببخش اینو نمیدونه چیکار. بعد گفتم ای وای، من دارم میگم ببخش، نمیدونه چیکار داره میکنه. این دعای عیسی مسیح. این کار عیسی مسیح خداونده که به چنین جایی برسیم که تا به امروز هیچ چیز نیست، نه فقط حالا خداوند این تنفر رو برد نسبت به ایران ایرانی، بلکه عشق آورد که دیگه کاملا معجزه است. ما یک تلفن داریم. بله. گرچه برنامه زنده نیست، ولی تلفن هایی که میشه میگن که چنین برنامه هست، اگه میخوان تماس میگیرن. از ایران علی اکبر عزیز روی خط هستید، بفرمایید. الو، سلام. سلام و درود بر شما. بله هستید، روی خطید. سلامت باشید. خیلی خوشحال میشم صدا، خیلی خوشحال شدم صدا شما رو شنیدم. بله دلیل بهت، حال شما خوبه؟ عزیزید، خدا رو شکر. مرسی. شما چطورید؟ برادر جیبت، من ناراحتی قلبی داشتم، میخواستم برام دعا کنی. حتما همین الان بیایید دعا کنیم. و عرفان جان شما بگید، مردی نداره.
بله میخواید شما میتونید اصلا تلفن قطع بکنید، ما دعا میکنیم. عرفان جان شما بله. بفرمایید. واقعا خداوند تو رو شکر میکنیم برای عظمتت، برای حضورت، برای اینکه تو خداوند ما رو بخشیدی. واقعا از تو ممنونیم. تو خدای شفا دهنده هستی، تو خدای هستی که زنده ای. همطوری که صحبت کردیم ما ایمان داریم که تو زنده ای، میبینی، میشنوی، انجام میدی. خداوند با تمام قلب و دل و جانم برای علی اکبر در ایران دعا میکنم که خداوند هر ضعف جسمانی، هر ناراحتی که به طور خاص فرمودن قلبشون درد میکنه، خداوند دعا میکنم که حضور تو، دست شفا بخش تو بر جسم و جان این برادرمون باشه. هر درد و ناراحتی هست خداوند به نام عزیز عیسی مسیح دعا میکنم که حضور تو، قوت تو، توان تو، سلامتی تو بر جسم و جان این برادرم باشه به نام عزیز عیسی مسیح. آمین. 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 ایمان داریم. قبل از اینکه صحبت رو ادامه بدیم، بله، شاید یک ویدیو شهادتی بشنویم، یک کلیپی هست که با هم دیگه میبینیم، بعد از این کلیپ برمیگردیم. تلاش برای نشه شدن که شیرن علف، همه چیز دور و بر این چیزا میچرخید که خب حالا ویل نیاز داره یه وقت خوبی رو بگذرونه، چون ویل باید این درد رو بی‌حس کنه. کاملا تشنه یه محبت بدون قید و شرط بودم، ولی هیچ کس حاضر نبود اینو بهم بده. من اصلا برای خودم ارزشی قائل نبودم. ویل یک معتاد به مواد مخدر بود که قادر نبود از احساس گناه آزاد شود. رنه یک بازیگر هالیوود بود که شدیداً به دنبال کسی بود که او را دوست داشته باشد. هر دو برای شروعی تازه به لس آنجلس نقل مکان کردند، جایی که افسردگی آنها را به هم رسانید. رنه یک فرزند خوانده بود از خاورمیانه. او هیچ وقت احساس تعلق نکرد. همه بور بودن و چشای آبی داشتن، یه چال قشنگ روی صورتشون و بینیای کوچیک. همشون شبیه بریتنی سپیرز بودن. همه جا بودن. فکر میکردم که من باید خوشگل باشم و احساس میکردم که اصلا خوشگل نیستم. به خودم گفتم تا وقتی که یه هیکل خوب و باحال داری همین کافیه. مهم نیست که تو رو دوست داشته باشن، چون میتونی با خوابیدن باهاشون این حس رو ازشون بگیری. فکر میکردم که سکس میتونه همه چیز رو درست کنه. ویل داستانی متفاوت دارد. او پسر یک کشیش بود با یک خانواده‌ای که او را محبت می‌کردند. او در سن 13 سالگی شروع به موعظه کرد و تحسین دیگران را برانگیخت. ولی در دوران دانشگاه او خود را نیازمند توجه می‌دید. رابطه‌ام با خدا داشت کم می‌شد، چون بد جوری درگیر احساسات بودم. اون تجلیل و تحسین‌ها بهم احساس خوبی می‌داد. پیش دوستان پوز می‌دادم. آره، به اینجا دعوت شدم. آره دیگه، دارم به این شهر میرم. میدونین متاسفم، نمیتونم با اتون باشم. سپس ویل شغلی پیدا کرد که حس غرور او را بیشتر کرد. او به عنوان مدل در ابراکرامبین بیچ کار کرد. همه اونجا منو دوست داشتن. چطوری به نظر میومدم، چی میپوشیدم، طرز صحبت کردنم، همه رو دوست داشتن. یعنی همه چیز این حس رو به این میداد که ویل خیلی فوق‌العاده است و این منو مغرور میکرد. ویل شروع کرد از کلیسا فاصله گرفتن و در نهایت او کلیسا را ترک کرد تا در دنیای فشن شروع به کار نماید. و اما رنه، او به هالیوود نقل مکان کرده با این رویا که بتواند یک هنرپیشه شود. در عرض چند ماه او به همراه جسیکا سیمسون تبدیل به ستاره‌ای در تبلیغات ملی شد و همچنین هنرپیشه مهمان در سریال‌های هالیوودی شد. او همچنین دعوتنامه برای پلی بوی گرفت. من تقریبا همه اون چیزایی رو که همیشه می‌خواستم به دست آوردم، ولی هنوز خوشحال نبودم. من فقط یه محبت بی قید و شرط میخواستم. میخواستم یه نفر فقط به همین حسو بده که من بهترین آدم دنیا هستم. در همان زمان او وارد رابطه ای با یکی از هنرپیشه‌های معروف شده و شروع به زندگی کردن با او نمود. ولی این یک رابطه رویایی نبود. اون به هم خیانت میکرد. اون مدام مشروب میخورد و مواد مصرف میکرد که آخرش به بیمارستان منتهی میشد. بعدش هم به من زنگ میزد، میگفت که من باعث این چیزا شدم. ولی من اونقدر میخواستم که یکی منو دوست داشته باشه که اینا برام مهم نبود. در همان زمان ویل با یک دفتر نمایندگی آرمانی، پوما، بلومینگتون، ایمپایرا و گوچی در نیویورک قرارداد بست. احساس کردم این آخرشه، آخر همه چیز. من دوستشون دارم، اونا منو دوست دارن. ولی در اوج موفقیت او دچار احساس گناهی بود که نمیتوانست از آن خلاصی یابد. من داشتم تمام اون کارهایی که اشتباه بودن رو انجام میدادم، بر ضد تمام اون تعلیماتی که گرفته بودم. با همه میخوابیدم، هر نوع موادی میکشیدم.
ولی هنوز یه وقتایی بود که فکر میکردم فقط من و خدا توی اتاق تنها هستیم و به هم میگفت داری چیکار میکنی؟ داری چیکار میکنی ویل؟ در حالی که حرفه ویل رونق میگرفت، رنه در حال سقوط بود. تصاویر فیلم سکسی که او به همراه دوست پسر خود تهیه کرده بود به بیرون درس کرده و تمام زندگی حرفه‌ای و شخصی او را از بین برد. این نظر من و تصمیم من بود که این فیلم رو درست کنیم، ولی با این کار فقط میخواستم رابطه‌مون رو درست کنم. انگار داشتم سعی میکردم که کمکش کنم منو دوست داشته باشه و ولی زندگیمو داغون کرد. دیگه نمیتونستم کار پیدا کنم. هیچ پسری نمیخواست که با من باشه. تا زمانی که او ویل را ملاقات نمود. پس از یک مشاجره با یکی از طراحان، ویل به لس آنجلس نقل مکان کرده تا بتواند از نو شروع کند. در همان شب ورود او با رنه در یک مهمانی آشنا شد. ویل به یک مکان برای اقامت و رنه نیاز به شخصی که او را دوست داشته باشد. حاضره که با من زندگی کنه. حاضره که با من باشه. پس منم با مواد کشیدنش کنار میام، چون دیگه کسی نیست که بخواد منو دوست داشته باشه. ولی موادی که ویل برای بی‌حس کردن احساس گناه خود استفاده می‌کرد حرفه‌ای او را به خطر انداخت. پس از 3 ماه او نه پول داشت، نه شغل یا کسی که بتواند کمکش کند غیر از خدا. فقط گفتم خدایا من دیگه به آخر رسیدم. نمیدونم که هنوز منو دوست داری یا نه، نمیدونم که هنوز یه چیزی برای من داری یا نه. فقط میدونم که دیگه نمیتونم این زندگی رو ادامه بدم. شروع کردم به رفتن به کلیسای محلی خودم. یادم میاد که رفتم جلوی منبر رو دعا کردم و گفتم به همون اندازه که برای خودم انرژی و تلاش کردم دقیقا همشون رو میخوام به تو بدم. تو پدر آسمانی من هستی و من مثل اون پسر گم شده. به مرور ویل مصرف مواد را متوقف نمود. در همان زمان رنه متوجه شد که این تنها تغییر در ویل نیست. قلبش خیلی نرم شده بود و اون دیگه عصبانی نبود و با من مهربونتر شده بود. سپس ویل کاری را انجام داد که باعث شد قلب رنه از کار باز ایستد. بهم گفت که دیگه با هم زندگی نمی کنیم و دیگه با هم نمی خوابیم. و من گفتم نه 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 عزیزم، اگه تو با من نخوابی پس یعنی دیگه با من کاری نداری. بهت قول میدم، من میدونم. ولی اون به هم گفت که من بهت نشون میدم که ما میتونیم همدیگر رو ببینیم، با هم باشیم و به هم وفادار خواهیم بود. و اون هنوز به هم زنگ میزد و هنوزم با هم بیرون میرفتیم و واقعا به هم نشون داد که یه عشق واقعی بدون قید و شرط چیه، که لازم نیست باهاش بخوابی، لازم نیست که باهاش زندگی کنی، تو میتونی بهشون وفادار باشی. این درست مثل یه تصویر کلی از عیسی بود و من حس کردم که اون واقعا خدا رو به هم نشون داد. چند ماه بعد رنه نیز زندگی خود را به عیسی داد. 2 سال بعد او با ویل ازدواج کرد. در آن زمان بود که او متوجه شد که خدا آن محبتی را که او همیشه میخواست به او داده است. پیدایش 50:20، چیزی را که شیطان بر علیه من داشت میکاش خدا برای خیریت من به کار برد. فقط میتونم بگم عالی بود، چون این کاریه که فقط او میتونه بکنه. در سال 2015 آنها شبانی شب را آغاز کردند. یک سازمان که منابع قانونی و حمایت‌های شخصی را برای کسانی که در صنعت سرگرمی فعال هستند فراهم می‌کند. من هویتم رو در خداوند پیدا کردم. من کامل هستم چون اون نقص و هر کاستی رو در خودش می‌پوشونه و کامل می‌کنه. در کار خدا هیچ جایی برای غرور نیست. و خدا میگه که این به خاطر کاری نیست که تو انجام میدی، بلکه به خاطر کاری که من انجام میدم. این به خاطر هنر تو نیست، بلکه به خاطر اون نقشه‌ای که من برای تو داشتم. و نقشه کامل اون بهتر از هر نقشه‌ای که میتونه باشه. خدا رو شکر برای کار عظیم خداوند که دیروز امروز تا ابد همان است و زندگی ها رو تبدیل میکنه. آره واقعا خدا رو شکر. چقدر داشت جالب میگفتی که عیسی مسیح هم روی صلیب گفت پدر اینا رو ببخش. خیلی مسئله مهمیه و من فکر میکنم هر چقدر به قول تو برای ایرانی ها هر چقدر هر روز هم بخوایم صحبت بکنیم احساس میکنم که همیشه کمه. واسه همه من فکر میکنم پیش اومده که احتیاج دارن ببخشن. اما یه مسئله هست، حتی پتروس هم میبینیم که یه سوال میپرسه، میگه که
اگه یکی به من بدی کرد. ما بعضی وقتا یه آدمو میره با این سوالا بپرسیم که اگه من به یکی بدی کردم، این خیلی مسئله مهمه. پتروس این سوال میپرسه. من فکر کنم نقطه شروع همه این اتفاقا اینه که از قلب خودمون باید شروع بشه همه چی. ما باید این موضوع رو درک بکنیم که بخشیده شدیم. هر روز ما هر روز احتیاج داریم بخشیده بشیم. همیشه من بعضی وقتا فکر میکنم که شاید مثل کار عجیب غریبی تو روز نکردم، اما افکارم یه جایی رفته که جالب نیست دیگه. حالا درست است نه با کسی مطرح کردم نه، اما تو افکار من گذشته. خداوند رو ببخش، مثلا من تو فکرم شاید مثلا به جیلبرت مثلا فوش دادم. نه به تو خدای حالا فوش نه واسه یکم فکر کنم نه، اما واقعا احتیاج داریم که هر روز ببخشیم. این خیلی مسئله مهمه. اما یه چیزی که خیلی مهمه الان شاید مثلا سوال پیش بیاد، خب اوکی بخشش خیلی خوبه، اما واقعا چطوری باید ببخشیم؟ این خیلی خیلی مسئله مهمه. شاید راه‌های خیلی زیادی هست، شاید اصلا خیلی‌ها مثلا پیش روانشناس برن، پیش مشاور برن، نمیدونم حالا چه موقتی چه دائم، نمیدونم این اتفاق. اما یه من برکتی که خودم گرفتم از کلام خدا از زندگی یوسف بوده. یه تلفن داریم، فکر میکنید تلفن رو بریم؟ میخوایی تلفن رو برداریم. معصومه عزیز از ایران تماس بگیرید. سلام و درود بر شما. حال شما خوبه خواهر؟ صداتون خیلی ضعیف و بد میاد. میتونید صحبت؟ بله الان بهتر شد، بفرمایید خواهر. من قربانت برم، پسرم اصابیه، اصلا خیلی اصابیه ها، همه جای در به دام میکنه، خود دستش میزنه، زنش میزنه، بعدم میشینه میگه من ترنجی رو کردم، ترنجی رو کردم، فردا بازم هم باره میکنه، میگه من ترنج رو شدم. برای پسرم دعا میخوام. حتما. اسمش هادیه گفتید؟ بله بله. اوکی بله حتما، همین الان دعا میکنیم برای پسرتون هادی. و من یه قسمت هایشو نفهمیدم البته. گفتم که انگار پسرشون عصبیه و همسرشو گویا بچهشو همسرشو انگار ضرب و شتم و ایناست متاسفانه. من اینطوری متوجه شدم. بله بیایید همین الان دعا بکنیم. خداوند واقعا ایمان داریم که در دعای مرد عادل قوت بسیار زیادی نهفته و ما عادل شمرده شدیم، حتی اگر نیستیم که مسلما نیستیم، ولی عادل شمرده شدیم با خون بره. خداوند تو جان خودت رو فدا کردی که به ما حیات ببخشی و امروز ما در تو حیات داریم و در این حیات قوت هست. و خداوند تو اقتداری به ما دادی که ورای منطق و فکر انسانی ما هست. در این اقتدار ما میتونیم ببندیم، میتونیم باز بکنیم. و در نام عیسی مسیح در حال حاضر من و دوست عزیزم عرفان با خواهرم هادی با هم دیگه متحدن میبندیم تمام حملات شیطان رو، تمام اتفاقات بدی رو که داره برای پسر خواهر معصومه میفته و شاید به دلایلی عصبی هستن هادی عزیز و ضرب و شتم هست، در نام عیسی مسیح خداوند کمک میکنم که تو وارد بشی در این زندگی، شاید از طریق خواب، از طریق رویا، شاید از طریق صحبت یک دوست، شاید از طریق عکس العمل خود بچه ها یا خانمشون، یا هر طریقی که خداوند تو خودت صلاح میدونی، در نام عیسی مسیح از این دعای ساده ما که در اتحاد داره بلند میشه استفاده بکن و خداوند تو کار عظیمی بکن و تبدیل ببخش به این شرایط. در نام عیسی مسیح دعا میکنم که آرامش تو بر روی خواهر ما معصومه باشه و خداوند تو بتونی با این تبدیلی که در هادی انجام میشه نشون بدی که تو خدای بزرگتر از مشکلات هستی. در نام عیسی مسیح اینا رو با ایمان در اتحاد دعا میکنیم. آمین. 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 حالا عجیب غریبه. بله خیلی. و این و ببین مسلمه وقتی که نزدیکان بدی میکنن خیلی بخشش سخت‌تره. اصلا اصولا همیشه صدمه بیشتر از طرف نزدیکان. داره. آره خیلی سخته. بعضی وقتا تنها
ببینم بگم، البته نمیخوام تعلیم اشتباه بدم، ولی در بعضی وقتا شده که من میگم ببین یکی از روش‌های بخشش اینه که یه خود دوری بکنی، یعنی یه خود اشکال نداره فاصله بگی. آره فاصله بگی. ببخشید میون کلمت، ما بعضی وقتا کار موزیک میکنیم، فکر کنم تو هم موقع میکس کردن بعضی وقتا یکم فاصله میگیری. آره. که دوباره دقیقاً بدونی چی داری میشنوی. دقیقاً گوشت چون پر شده. دقیقاً و خیلی کمک میکنه. من خودم اصلا وقتی میکس میکنم اصلا یه روز فاصله میگیرم، یعنی میام فرداش یه روز باز از اول میشنوم میگم ای این گیتار خیلی بلنده چرا نمیشنیدمش، چون اینقدر توش بودم عادت کرده بودم. و همینطوری از بعضی وقتا اینقدر درش هستیم ضربه میخوریم ضربه میخوریم حتی عادت میکنیم به ضربه خوردن. ولی بعضی وقتا خوبه خود فاصله هم باشه. من مسلما هیچ وقت نمیگم مثلا طلاق بگیرید به زنشوهرها، ولی بعضی وقتا میگم حالا اینجا اسمش میگن سپریشن، یعنی مثلا دو سه ماه، حتی روانشناسای مسیحی اینو میگن، میگم دو سه ماه جدا شو، طلاق نگیر کاغذی نه، ولی جدا شو برو جای دیگه زندگی کن، فکر بکنید، فرصت بدید به هم دیگه، جمع بشید یه چای بخورید صحبت بکنید، ولی باز برو جای دیگه زندگی کن که یه خود همین تازه بشیم. و اینم یک شاید روش بخشش باشه. میدونی افران بعضی وقتا من واقعا اینو از تجربه هم میگم، بعضی وقتا توی کلیسای ایران ما یا ایمانداران قدیمیه نمیدونم چرا، ولی ناخودآگاه وقتی صحبت روانشناسی میشد فکر میکردن که مثلا اشتباهه. بله. مثلا همیشه در موعظه ها من میشنیدم که روانشناسی اینو میگه ولی خداوند این رو میگه. بعد یاد میمیره که روانشناسی یعنی شناخت روان. بد نیست، حالا بماند که بعضی چیزاشون یه چیز عجیب غریب میگن به جای خود، ولی اکثر چیزایی که روانشناسی هم تو میگه بد نیست، کمک هم میکنه. پس اشکال نداره حالا در اگه کشوری زندگی میکنید که روانشناس مسیحی هستن. بله. من خودم یک بار پیش روانشناس مسیحی رفتم، خانم من خیلی بچه سوم میخواست، من نمیخواستم، بعد این باعث میشد که خود ناراحتی بینی ما پیش میاد. بعد خانم من میگه بابا من بچه سوم میخوام، من میگفتم بابا من تازه تصادف کردم، هنوز بدنم خوب نیست، دستم نمیچرخه، همین گوشم باز نمیشه، تو بچه میخوای به فکر این باش. و این ناخودآگاه باعث خود ضرب و شتم نمیشد، ولی ضرب و شتم لحنی میشد. و دیدیم که ببین ما که خیلی زوج خوبی هستیم در این زمینه مشکل داریم و خیلی داریم درگیر میشیم، چیکار بکنیم؟ گفت رفتیم پیش روانشناس، روانشناس مسیحی. یه ساعت اونجا نشستیم صحبت کردیم، روانشناس هم خیلی خوب بود، یه چیزایی گفت که کمک کرد، چون خانم من که خب تصادف کرده بودم، مثلا درد کشیده بودم، میگفتم که نمیخوام یه بچه بیارم تو این دنیایی که اینقدر بعد درد بکشه. بعد خانم هم میگفت چرا چیزای منفی میگی، چیزای منفی نگو. من گفتم بابا یه واقعیت، شاید مثلا نمیدونم فلج متولد بشه، کور باشه، یه چیزی باشه مثلا نمیدونم، خب این اگه اینجوری بشه چی کار میکنیم؟ بعد خانم میگفت نه در نام یه سرویس نهیب نگو بابا، چه نهیبی، بیا صحبت کنیم در موردش، مثلا اگه اینجوری شد تو چیکار میکنی؟ و این اصلا باعث شد که جلو نریم. روانشناس مسیحی گفت ببین این واقعیت، شاید هم بشه، چرا مریضی هستم، صحبت بکنید در مورد، صحبت بکنید چیکار میکنید، آیا اوکی هستید اگه مثلا مریض بشید چیکار میکنید؟ و خیلی جالب بود، مثلا کمک کرد، روانشناس مسیحی بود، روانشناسی بود، روان ما رو خود. و بعد از این صحبت خیلی کوتاه در من شفای کامل اومد، گفتم آقا من میخوام 100% بچه سوم، که الان 3 دختر داریم، 3 سالشه. چه خوب، خدا رو شکر. آره روانشناس. بعد چهارم نمیخوایم بریم؟ اینو نهیب میدیم دیگه. فکر کنم ما باید بریم، ما جفتم باید بریم، از بچه نیست. آره. اینجنین. پس بعضی چیزها آره کمک میکنه که ما بتونیم ببخشیم. بله. حالا من چرا اصلا رفتیم تو روانشناسی، ولی شما میفرمایید. نه اوکی. ببین واقعا اگه دوباره برگردم ببخشش، این که طبیعت کهنه ما نمیتونه ببخشه. من اینو کاملا خودم همین الان بعضی وقتا که یه اتفاق میفته ناراحت میشم، احساس میکنم طبیعت کهنه داره میزنه بالا. جدی میگم، انسانیت کهنه اون اجازه نمیده ببخش. ما با طبیعت عیسی رو بپوشیم. یعنی چی؟ یعنی که همون رابطه درد گرفت. نمیشه درد میکنم، من ببخشید اینجوری میکنم، ولی این نیست که نمیخوام قیافه شما رو ببینم، ولی سرم نمیخوام. آره لازم احساس کردم درد داری، گفتم چرا یو گرفت، ولی ببخشید. ولی اوکی. آره اوکی. چهره شما اینقدر زیباست که این اختیار. اما بیا برگردیم به داستان یوسف. اگه گفتم برکتی گرفتم که چطوری میشه بخشید، و این برکت رو من گرفتم از داستان یوسف. خب داستان یوسف، چه کسایی که ایمان دارن کتاب مقدس رو خوندن، چه نخوندن، همه یه جورایی کامل داستان یوسف رو میدونن که برادرانش چه اتفاقی افتاد، در کودک بود، بعد
برادرانش دسیسه کردن، نقشه کشیدن، فروختنش و این چه اتفاقاتی برای یوسف افتاد. و ایشون میره به مصر، اونجا بر حسب اتفاقی که با زن فوتیفار میفته، یعنی دسیسه‌ای که دوباره زن فوتیفار میکنه، ایشون میفته زندان. بعد از زندان میاد بیرون، نفر دوم مصر میشه. همه اینا اتفاقاتی من دارم خیلی کوتاه میگم. و بعد قحطی میاد و برادرانش میان نمیدونن، فکر میکنن حالا داداششون مرده یا اصلا رفته، اصلا نمیدونن کجاست. و میان متوجه میشن که ای بابا، داداششون نفر دوم مصره، باید از این اون مایحتاج زندگیشون رو بگیرن. جالبه که یه اتفاق میفته، اگه کتاب مقدس دارید حتما این قسمت رو بخونید، در باب 50 که میان زانو پیدایش 50 بله نگفتم پیدایش، آره در پیدایش 50 که اصلا داستان یوسف اونجا مطرح میشه، میان عذرخواهی میکنن، ببخشید اشتباه کردیم، غلط کردیم فلان اینا. از باب 50 آیه 15 تا حالا آخرش وقت دادم بخونه، خیلی برکت. اون قسمت 19 تا 21 شاهکار دیالوگی که در واقع یا اون صحبتی که یوسف میکنه، بذار من روش بخونم. برگرد. آها، میگه چون برادران یوسف دیدن که پدرش مرده است، گفتن اگر یوسف از ما کینه داشته باشد، انتقام همه آن بدی را که در حق او کردیم از ما خواهد گرفت. و حالا میگه بریم تمنا کنیم، عذرخواهی کنیم اینا. برادرانش همچنین آمدن و در برابر او بر زمین افتادند و گفتند اینک ما بندگان توایم. حالا اما یوسف به آنان گفت مترسید، زیرا مگر من در جای خدا هستم؟ شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند، چنان که امروز شده است. پس مترسید، من نیازهای شما و فرزندانتان را برآورده خواهم کرد. و بدین گونه آنها را تسلی بخشید و سخنان دلاویز به آنان گفت. من سه تا واقعیت رو من دارم توی این اتفاق میبینم، یعنی در واقع برای این که ما بتونیم ببخشیم، اگه بتونیم با فکرم دست من خورده میکروفون صدا بود. با این سه تا واقعیت باید روبرو بشیم. نوشتم اینجا اولین واقعیت در مورد انسانه که اصولا انسان قصد بد داره. میدونیم به خاطر طبیعت این دنیای سقوط کرده، میریم ما همش یه اتفاقی داره میفته، همش یکی داره دسیسه میکنه. برادران یوسف برادرش دسیسه کردن. نمیدونم، زن وقتی به مرد یا مرد میخواد به شوهر خیانت بکنه، نقشه کشیده، اتفاقی نیست یه دفعه خیانت، یعنی یه چیزی اتفاق افتاده، یک نقشه، یک دسیسه. همین که ما الان تو کشورمون نیستیم، بر حسب تصمیم یا دسیسه یا نقشه‌ای که یه سری آدم دیگه کشیدن، ما نمیتونیم توی اون کشور باشیم، نمیتونیم تو کشور خودمون باشیم و خیلی کسای دیگه. پس قصد انسان بده، ما باید با این واقعیت روبرو بشیم که قلب انسان خرابه. انسان آقا راحت بگه، انسان همش داره خرابکاری میکنه. آقا همین الان چند دقیقه پیش گفتم، چند روز پیش تو وین یه اتفاق افتاد، تو فرانسه یه اتفاقی افتاد، نمیدونم اون جنگی که توی بین ارمنستان و آذربایجانه، یه سری انسان دسیسه میکنن، یه سری این، یعنی قلب انسان خرابه به خاطر دنیای سقوط کرده. و ما باید اینو درکش بکنیم، این واقعیت رو با خودمون کنار بیاریم. آقا انسان قلبش خرابه. پس شما دارید میگید که مثلا اگه این کیبورد صدای کیبورد میده، دیگه تعجب نخواهی کرد. آره. چون صدای کیبورد باید بده. آفرین. انسان وقتی اشتباه میکنه، ضربه میزنه، زیاد تعجب نکنیم، چون آفره. انسان گناهکاره و ذاتش اینجوریه. آره، همون چیزی که شما گفتی وقتی شما رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. بله. پس این که من متوجه بشم هر اتفاقی میفته، یعنی انگار میخوام بگم انتظار، نمیخوام بگم همیشه هر روز آدم بدبین باشه، این که آقا هست، این دنیای ما. خیلی سریع برم سراغ دومین واقعیت. یوسف چی میگه؟ میگه مگر من در جای خدا هستم. دومین واقعیت اینه که ما نباید خودمون رو جای خدا قرار بدیم. انتقام از آن خداه، همه چیز مال خداه. این قسمت خیلی ما خیلی مهمه. ما خیلی وقتا خودمونو میذاریم جای خدا. از موقعی که من یادمه تو خاورمیانه جنگه، این میزنه اونو میکشه، اونا بر انتقام بلند میشن، اینو میکشن. رئیس جمهور فرانسه یه حرفی میزنه، یه چیزی میگه، به مزاق یه سری خوششون نمیاد، بریم انتقام بگیریم، میزنه یه سری دیگر رو میکشن. انگار همه خودشون میخوان
قضاوت کنن، خودشون حکم کنن، خودشون هم اجرا بکنن. این بدترین چیزی که داره اتفاق میفته و الان هم هست. زمانی که ما نمیخوایم ببخشیم، یعنی انگار اصلا خدا رو نمیبینیم، یکی بد کرده، یه دسیسه‌ای کرده، یه اتفاق افتاده، من خودم باید این کنم. نه اگه قرار داریم میبینیم دیگه. من میخوام فقط اینو بگم که در طول این چند سی و اندی سالی، 35-36 سالی که من دارم از خدا عمر گرفتم، دارم زندگی میکنم، همینطوری بوده. همه دارن همدیگر رو میکشن بر حسب انتقام. و این من ببین الان شما، آقا شما پدر بزرگوارتون رو به شهادت رسوندن. بله. یکم از این صحبت کن. میخوام اینطوری فکر کنی که شما الان قصد بر انتقام داشتی، گفتی مادرت تو شما انگار همیشه یه گلی، یه حالت چیز دیگه، یه نفرت، یک حس انتقام جویه. یه مقدار راجع به این صحبت کن. ببین من فهم کنم که اول نکته که گفتی خیلی 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 به دلم نشست، که طبیعیه، یعنی خارق طبیعی نیست وقتی که یه اتفاق بدی میفته برات. در دنیای سقوط کرده هستیم، همه چی سقوط کرده است، اشتباهات اتفاق میفته چون که دل ما اشتباهه و باعث گناه میشه چون که همه گناهکار هستیم. یعنی همه چیز اینکار نتیجه اینکار. من ساعت میدم به شما چون که ساعت دارم. هر چیزی که دریافتم، دیروز با بچه‌ها این صحبت رو میکردم، میگفتم که مثلا اگه من به شما یه خرگوش بدم، شما خرگوش میدی به اون یکی. اگه من کیف بدم، کیف میدی. آفره. اگه به تو آشغال بدم، هیچی نداری، آشغال باید بدی دیگه. پس چی دریافت کردی اونو میدی. آفره. اونایی که از خداوند دریافت نکردن بخشش رو، محبت رو، که بتونن اونها رو بدن، اون چیزی که دارن انسانیت کهنه است که پر آشغاله و پر اشتباه و گناه و خشم. و بله، منم در این شرایط بودم وقتی که بابا رو به شهادت رسوندن. من 17 سالم بود و خب بابای من میخواست برای عدالت بیسته، چون که برادر دیگه بود به اسم مهدی دیباج، که ایشون سید مهدی دیباج بود. بله. الان شده کشیش مهدی دیباج و مسلمان دولت خوشش نیامد، ایشون رو زندان انداختن. 10 سال توی زندان بود، شکنجه شده بود، خیلی اذیت کردن و و و بعد حکم اعدام رو دادن. بابای من گفت که این نمیشه، این درست نیست، اگه میگید ما کشور آزادی هستیم، نمیتونید حکم اعدام بدید، به خاطر اینکه جرمش اینه که مثلا مسیح رو دوست داره و بهش ایمان آورده، این نمیشه. و شروع کرد یک کمپینی و این کمپین خیلی سریع خوب جلو رفت و آمریکا، اروپا صدا در آورد، رادیو تلویزیون گفتن این خوب نیست، چیکار دارن میکنن، و گفتن نه نه نه، ما اشتباه کردیم، نمیخوایم بکشیم مهدی دیباج، میخوایم آزاد بکنیم. و روز ژانویه 16 برادر مهدی دیباج آزاد شد، که روز تولد برادرم آنرم بود. اون روز روز شادی بود، چون که ما میدونستیم که الان برادری که الان نمونه زندگی ایمانی خیلی از ماها بود آزاد شده. اومده بود خونمون، گل آورده بودن، یعنی پایکوبی و شادی. ولی در این حال یک ترسی داشتیم که خب این انسان گناهکار، این دولت گناهکار همجوری که بیکار نمیمونه. و به بابام گفته بودن که ما حسابتو میرسیم. الان چقدر بدتر. 2 روز گذشت، 2 روز بعد، تقریبا 3 روز، در روز سوم 19 بابای من از خونه گذاشت رفت، دیگه بر نگشت. و 12 روز بعد جسدش رو پیدا کردیم، 26 ضربه چاقو. دیگه میتونید تصور کنید چه وضعیتی داشتیم، خیلی خیلی بد و سخت. یه سال بعدش، اول بماند که 6 ماه بعد، برادر مهدی دیباج رو کشتن. و وقتی در جیب راستش نگاه کردیم، یه آدرس بود، رفتیم دنبال اون آدرسه. بعد از میکایلیان که یه دوست شبان دیگه بود، ایشون رو پیدا کردیم، جسدشون رو، اونم کشته بودن. و بعد مثلا ادامه پیدا کرد دیگه. و همه اینا دوستای خیلی خیلی خوب بودن. بعد روانبخش که من خیلی دوست داشتم ایشون، همیشه میومد خونه ما از شمال، میمون صحبت میکردیم خیلی. و اینا همه شهید شدن. خب این نکته که گفتی خیلی خوبه، من باید هر روز برم بیشتر بعدا فکر بکنم روش، که چرا تعجب میکنی وقتی که یه نفر بدی میکنه؟ نه باید تعجب، یعنی یکی خوبی کرد باید تعجب بکنیم چون انسان باید اینجوری باشه دیگه، انسان گناهکار، گناهکار باید گناه بکنه دیگه. و حالا بماند که بعضی وقتی شدتش اینقدر بالاه که اون انتقام نتونستن حتی چند روز صبر بکنن، 2 روز 3 روز دیگه باید سریع یه کاری میکردن. و حتی دکتر گفت که پدر من با احتمالش خیلی زیاده که با همون ضربه اول که توی قلب بوده، چون خیلی بزرگ بود اون جراحت. بله. اونجا کشته شده. اون 25 تا ضربه دیگه برای چی هست نمیدونم. ولی آره،
خشم. یا شاید میدونستم ما بدن رو خواهیم دید، فقط افراد دیگه بترسن. هر چیزی که هست، این شیطنت رو نشون میده، یعنی شیطان بودن رو. که روح شیطان انگار داره کار میکنه، روح خدا نیست، این روح یه روح دیگه است. و بله، خدا شما رو برکت بده که تونستین از این پروسه بگذری. فیض خدا بوده، واقعا فیض خداست. آره، چون انسانیت کهنه من خیلی خوب اونجا داشت عمل میکرد و اگه میتونستم، من به راحتی بگم اگه میتونستم در خلوت اون افراد رو بکشم و اگه اسلحه داشتم حتما کشته بودم. بله. و اونجاست که یاد صحبت های عیسی مسیح میافتم که میگه وقتی که خشم میگیری به برادرت احمق میگی، انگار کشتیش. داره میگی که ببین این ریشه‌شه، یعنی اگه این نفر نمیدید، تنها توی بیابون بودی، اونم بود اصلا داشتی کشته بودی، خیال راحت زندگی هم بدون. پس اون فکر انگیزه رو داره میزنه و انگیزه من اینقدر آدم کشتم در انگیزه، چون اون موقع اینجوری بود. و اگه فیض خداوند نبود، فکر نمی کنم به هیچ وجه میتونستم و خانواده ما میتونست به هیچ وجه برگرده. فیض خدا بود و اینکه میخواستیم فیض خدا آشکار بشه. بله، چیزی نوشتن که میگن که میوزیک ویدیو هست، میتونیم بریم ویدیو رو نگاه بکنیم. بله. بعد برگردیم. پس بله، یک کلیپ نگاه میکنیم و برمیگردیم، ادامه خواهیم داد. ای تمامی زمین خداوند را به سهرهایی، کارهای عظیم و جلالش را به مردم بازگو کنی، چون او عظیم است، قوت و جلالش شادی کنی. خداوند سلطنت می کند، لا 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 لا. ای تمامی زمین خداوند را به سهرایی، کارهای عظیم و جلالش را به مردم بازگو کنی، چون او عظیم است، قوت و جلالش شادی کنی. خداوند سلطنت می کند، لا 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 لا. خداوند سلطنت میکند، لا 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 لا. آره واقعا. شما گفتید یه نکته ای که نکته اول بود که گفتید که چی بود؟ انسان قلبش خرابه. انسان قلبش خرابه. دومیش همش... ما خدا نیستیم. ما جای خدا نیستیم. بکنیم قضاوت بکنیم. آره. قاضی باشیم. و سومیش هم الان شما گفتی. خدا حاکمه. خدا سلطنت میکنه. این واقعیت رو ما درک بکنیم. کلام خدا میگه بازیستید. توی مزمور 46 بازیستید و بدانید من خدا هستم در میان قوم ها متعال. تو رومیان 12 میگه که انتقام از آن خداست، انتقام مال خداست. و من همیشه اینطور، اگه دوباره برگردم به دومی دیگه تو میکسش بکنم تونتون، اصلا ما بعضی وقتا که اصلا یادمون اگه یادمون بره خدا حاکمه و خودمون رو بذاریم جای خدا، اصلا یه جوری دیدم گناه میکنیم. دوباره با حالا ما توبه بکنیم، خدای ببخش ما رو. یعنی اول دوباره این پروسه. پس این مسئله ببین خیلی مهمه، اینا هشداره و راستش رو بخوای اینا برای من کمک بوده. تمام این چیزایی که گفتم و زندگی کردم باشه، هیچ چیزی نبوده که بگم نه، چون واسه منم یه انسانم، منم مطمئنا حالا شاید به دیگران آسیب زدم ناخواسته، اصلا نمیدونم حالا بوده یا نه، یا اینکه دیگران این اتفاق برام افتاده، پس منم احتیاج دارم که بتونم ببخشم و انسانیت کهنه من نمیتونه. همونطور که شما گفتی اگه در کوچه و خیابان یا یه جا بوده شاید میتونستی اگر میخواستی خودت پیش بری. و این مسئله ببین خیلی 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 مهمه. یوسف گفتش که شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا اونو به نیکی تبدیل کرد. وقتی ما این واقعیت رو درک کنیم که خدا حاکمه، برای آنهایی که خدا رو دوست دارن همه چی برای خیریت. هر اتفاقی بخواد بیفته، هر چیزی اگه ما به دستان خدا بسپاریم، مطمئنن اون به خیریت تبدیل میشه. این اتفاق برای یوسف افتاد. یوسف بعدها شد نفر دوم مصر. عیسی مسیح رو دسیسه کردن، رفت بر روی صلیب، پس از 3 روز قیام کرد و امروز تمام قدرت در زمین و آسمان در دستانه. انگار یه تصویریه از
زندگی یوسف یه تصویری از زندگی عیسی مسیح، و ما احتیاج داریم که با این سه واقعیت زندگی بکنیم. مطمئنا یک روزه و یک شبه اتفاق نمیفته، با پروسه، با دعا، با راه رفتن با خدا مطمئنا خدا قلب‌های ما رو نرم می‌کنه. بسیار زیبا، خیلی قشنگ بود عرفان جان، مرسی. من خودم خیلی برکت گرفتم. پس این سه نکته چون یادمون نره، اولش اینه که ما گناهکار هستیم و این رو باید بدونیم و به یاد بیاریم که این طبیعیه انگار. دومیش این که ما خدا نیستیم. آره. ما که انسان گناهکار هستیم، ما خدا نیستیم، پس نقش خدا رو بازی نکنیم که من باید انتخاب بگیرم، من باید این کارو بکنم، کارو بکنم. بسپاریم به اونی که خداست، که خداست. سومیش این که خدا سلطنت میکنه و قادر هست که از همه این بدی‌ها، رومین 8:28 گفتید، یه چیز خوبی هم در بیاره. بله. چیزی که فقط با ایمان میشه دید، با چشم انسانی نمیشه دید. من خودم یادم تو زندان بودم، 3 ماه کلا زندان رفت. و اونجا خب خیلی در درد بودم، خیلی در ترس بودم، خیلی زیاد، چون نمیدونستم چی میشه. و چی میخواستم بگم اینو گفتم؟ در زندان بودی، در ترس و و میگفتم که خداوند من میدونم رومیان 8:28 رو که از خداوند برای اونایی که دوستش دارن و بس به خیریت و به اراده او خوانده شدن، همه چیزها میگه اونا رو استفاده خواهد کرد برای خیریت. میگفتم خداوند من نمیدونم، این آیه رو میدونم ولی نمیدونم چطوری از اینها میتونی خیریت بیرون بیاری. اون موقع نمیدونستم من وارد خدمت خواهم شد، من ایرانی رو خدمت خواهم کرد، اصلا هیچی نمیدونستم، رهبر پرستشی میشم، هیچ کدوم، اصلا یک پسر خیلی ساده بودم که فقط نمیخوندم حتی، فقط مینواختم و خدا رو دوست داشتم. گفتم خدا چطور اینا رو رسود خواهی کرد؟ حالا این دردم اومده بغلش، یعنی نمیفهمم چه نمیشه. اینجاست که من میخوام تشویق بکنم شما رو از یک بعد شخصی و تجربی که اعتماد بکنید به خدا. اگه نمیبینید نشون نمیده که نیست. شما نمیبینید، من نمیدیدم، الانم خیلی چیزا رو من نمیبینم، ولی مطمئنم که خداوند همه چیزها رو میتونه برای خیریت استفاده بکنه. و این خدای ما هست، خدای عجیبی هست، نام او عجیب هست، کارهای او عجیب هست، نتیجهش هم عجیب میشه. اتفاقا من با یوسف همیشه خیلی ارتباط برقرار کردم، چون که من 17 سالم بود که در اون چاه انداخته شدم و پدر من کشته شد، مثل یوسف که در 17 سالگی افتاد. من 40 سالم بود وقتی که سازمان خدماتی سنمیات رو شروع کردیم و خداوند به من یک سازمان خدماتی داد که بتونم خیلی وسیع‌تر کار بکنم برای خدمت، و مثل یوسف که 40 سالش بود و دیدم که چطوری مثل یوسف وقتی که من میبخشم خداوند استفاده میکنه و جاهایی میبره که اصلا یوسف فکرش رو شاید نمیکرد. یوسف یه نفر بود که باباش آره یه لباس براش دوخته بود که لباس رنگارنگ بود، با این لباس میگفت برو سر بزن ببین برادر چیکار دارم میکنم، میرفت روی سر میزد میومد. یعنی بله، محبت پدر روش بود به طور خاص، چون لباس رنگارنگ اونجا نشونه خاصی داره اونجا. ولی همین دیگه تمام شد رفت. منم بابا منو خیلی دوست داشت، خدای پدر منو خیلی دوست داشت، من میدونستم از کوچیکی که من خیلی دوست داره، رابطه خوبی داریم، پدر روحانی منه. ولی دیگه این که مثلا نفر دوم مصر بشه یوسف اصلا به فکرش نمیرسید. من اگه بشم مثلا رهبر پرستشی یا خادم خداوند اصلا به فکرم نمیرسید. و این کار خداوند، کلیدش بخششه. این کلید بخشش رو باید بندازیم، چه درهایی باز میشه، چه دروازه هایی باز میشه. آمین. یه قسمتی از کلام خدا هست در کتاب افسوسیان باب 4 آیه 32 میگه همان گونه که خدا شما رو در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. خواهش نکرده. پس بخشش یک ضرورته عزیزان، من اینطوری فکر میکنم، یک پیشنهاد مثلا قشنگ و اینا نه، یک ضرورت در زندگی مسیح و به طور کلی در زندگیمونه که بخشش قلب مسیحیت و قلب زندگی ما. آمین. من یک سرودی نوشته بودم برای دشمنانم، برای جفا رسانندگان، نمیدونم وقت خواهد شد یا یعنی 3 دقیقه است، اگه نشد نصفشو میخونم، ولی تا وقت است بریم. بفرمایید. یادم نشسته بودم کنج دیوار، با زخمی از تو یادگار، دلم پر درد بود پر از کینه و نفرت، فکر انتقام می شد تکرار، زندگی پاییز بود با برگ‌های در به در، حس بد دوری از پدر،
زجر تو رو هر لحظه می کردم آرزو، تا قلب من می یافت التیام. نفس من به دنبال جزا، اما می بخشمت چون شاهم عیسی. با تمامی درد و غم ها، زخمی که از تو مانده بر جا، می بخشم تو را، می سازم رها، می بخشمت در نام عیسی. با تمامی درد و غم ها، زخمی که از تو مانده بر جا، می بخشم تو را، می سازم رها، می بخشمت در نام عیسی. شکر شکر. من بند دوم فقط کلماتش رو بخونم که نوشتم. جای خالی پدر، اشکهای مادر، گریه های تلخ تا سحر، خاطرات گذشته، روزهای رفته، بابا دیگه بر نمی گرده. با بخشش خدا زخمهای باز منو بست، اما جای زخم هنوز اینجاست. فکر می کردم با یه بخشش حل شد معما، اما بر می گرده اون حس اکراه. و من اینو عمدن نوشتم اینطوری که بگم که ببین، بخشش یک باره نیست، چون واقعا من فکر میکردم که اگه یه بار ببخشم تمام میشه میره، ولی هی بر میگشت. ولی هر روزه هر بار میبخشم، چون که هر روزه بیاد میارم که خداوند منو بخشیده. شکر. در این 20 ثانیه آخری که داریم، عرفان جان اگه صحبتی دارید ببخشیم. مفید و مختصر، ولی واقعا مشکل، ولی شدنی. آره. با فیض خداوند شدنی هست و ما هم میتونیم ببخشیم، چون که بخشیده شدیم فقط بیاد بیاریم که خداوند این قدرت رو به ما میده و میتونیم ببخشیم. خدا شما برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ. خدا نگهدار.